سلام چطورید امیدوارم که حالتون خوب باشه ساعت 3 و 11 دقیقه شب و حدود 3 ساعت پیش خبری منتشر شد که دیتابیس اسنپ فود توسط تیم آی آر لیکس هک شده تیم آی آر لیکس قبلا تپسی رو هک کرده و دیتاشو گذاشته بود برای فروش و الانم دیتای اسنپ فود رو تقریبا با قیمت 30000 دلار میخواد بفروشه خب توی این فایل سمپلی که منتشر کردن یک سری فایل CSV میبینیم که هر کدومش فکر میکنم مربوط به دیتابیس های مختلفه من دیتابیس یوزر ها رو باز کردم و فایل چون CSV کانورتش کردم به فایل جیسون توی فایل جیسون خیلی کاملتر میتونیم ببینیم برای مثال الان ما توی این فایل CSV که منتشر شد شماره کاربر رو داریم آدرس ایمیل رو داریم پسوردی که احتمالا MD5ه نام کاربر، نام خانوادگی کاربر، بازم شماره تلفنی که وریفیکیشن انجام داده، جنسیتش، اعتبار این کاربر توی اسنپ فود، تاریخ جوینش و تاریخ آپدیتش. تاریخ آپدیتش رو که از اینجا میبینیم تاریخ 10 دسامبره. پس این نشون میده که دیتا برای حدود 20 روز گذشته است و اینا امروز منتشرش کردن. دیتاهایی هم که هست، دیتا حس میکنیم که واقعیه ولی امیدواریم که واقعی نباشه. توی یکی از توی یکی دیگه از دیتابیس ها که مربوط به سفارشاته من اینو باز کنم می‌بینیم که وندور آیدی داریم توی یک دیتابیس دیگه اطلاعات کامل وندور ها هست و الان توی این وندور آیدی آیدی اون فروشگاه رستورانی که ثبت شده وجود داره کاستومر آیدی چه کسی خریده از چه طریقی پرداخت کرده آدرس کاربر رو میبینیم شماره کاربر رو میبینیم و یک سری دیتای دیگه که قشنگ کامله حتی چه غذایی سفارش شده چه کسی تحویل گرفته و از این قبیل دیتا حالا یه سریا ها میگن دیتا به جهنم بذار لیک بشه بذار منتشر بشه چه ربطی به ما داره ربطش از اونجا شروع میشه که این دیتا ها به هم دیگه مرتبط میشن برای مثال اگر کسی شماره شماره داشته باشه میتونه از طریق این دیتابیس ها آدرس هایی که شما ثبت کردید رو پیدا کنه و توی یکی از دیتابیس هایی که توی این فایل ها هست شماره کارت کاربر هم هست یعنی میگه که این شماره کارت متعلق به این کاربره یعنی این کاربر با این شماره کارت یک بار حداقل پرداخت کرده ممکنه که کارت به اسم اون طرف باشه و از این قبیل دیتا ها خطرناکه حالا فعلا که ساعت سه اروپ به احتمالا بچه های اسنپ خوابن احتمالا فردا خبرهای کاملتری میاد خبرها بیاد من تو استوریا میگم دیگه ارادت خیلی مخلصی